متا فصل سوم. در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک هست. یحیی همان کسی است که اشیای پیغمبر در باره او می گوید. مرد در بیابان فریاد می زند: رای خداوند را آماده سازید و طریقای او را راست گردانید. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربند چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و ناحیه دریای اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و به دست او در دریای اردن تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید آمدند، به آنان گفت: ای مارها، کی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمال را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدر مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر هست از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. من شما را در آب تعمید می دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که اتا بوتهای او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کار را در آتش خاموش ناشدنی خواهد سوزانید. در آن وقت عیسی از جلیل به دریای اردن پیش یحیی آمد تا از دست او تعمید بگیرد. یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت: آیا تو پیش من می آیی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت: بگذار فعلا این طور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتر نازل شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.